هدرین هدرین وقتی تو جواب ندادی به آبجی سریا زنگ زدم، چیکار میکنی؟ هیچی، تازه از مدرسه اومدم. امروز امتحان داشتیم، خیلی سخت بود، ولی خب من خوب دادم، نمره خوبی میگیرم. معلمام که طبق معمولی عالمه تکلیف بهمون دادن. امروز دوستم یه ربات با خودش آورده بود مدرسه. یکم کوچیک بود اما خیلی با کلاس بود. حرف میزنه، راه میره، میپره، دستاشو میبره بالا و پایین. خلاصه خیلی باحال بود. باهاش کلی بازی کردیم. باشه، حواسم هست، شب بهت زنگ میزنم، میبینمت. بیا تو. برات شیر آوردم، میخوری؟ ممنونم. خواهش میکنم. مامانت بهم گفته بود هر وقت حالت بد بود تنها چیزی که حالتو بهتر میکنه شیر عسلی. عزیزم میذاری بغلت کنم؟ من حالم خوبه، تو میتونی به یاس برسی. اگه یاس میتونه حرف بزنه میگفت برو به داداشم برس. واسه چی اومدی پیش من؟ در ضمن من الان میخوام به تو برسم عزیزم. نمیدونستم وضعیت انقدر بد میشه، اصلاً فکر نمیکردم بابا متوجه بشه. نبوده تو رو؟ واسه تعریف کردم، ما یه آشپزخونه یه کوچیکی داشتیم. وقتی من بچه بودم بابام همیشه مجبور بود به اونجا برسه، به ظرفای اونجا، کارکناش، وسایلش، خریدش، هزار تا چیز و مشتری. شب من خیلی کم میدیدمش، حتی بعضی شبا فکر میکردم خونه نیومده چون من میخوابیدم و اون واسه ساعتای طولانی کار میکرد. اون موقع فکر میکردم کارشو بیشتر از من دوست داره، اما الانه که میفهمم، چون تنها منبع درآمدمون اونجا بوده، کاری از دستش بر نمیومده. امیر، بابای تو هم الان وضعیتش دقیقا همینه. برای یه پدر هیچ چیزی ارزشمندتر از بچه هاش وجود نداره. من اینا رو میدونم. پس اینم میدونی که بابا چقدر دوستت داره، مگه نه عزیزم؟ ببین، بابا داره واسه یه خونواده تلاش میکنه، اما بیشتر واسه یه شماها، داره واسه یه آینده یه شما کار میکنه. به نظر تو مامانم میتونه واقعا منو از اون بالا ببینه؟ بعضی وقتا منم به این موضوع شک میکنم، بعدش میگم اگه میبینه خواهش میکنم یه نشونه ای بده. اگه تو هم خوب دقت کنی میتونی ببینیش.